حالا آقای خامنه ای آقای نه حالا بس خودشون وقت گرفتن تشریف بیارید. آقای خامنه ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مذبب ما نمیتونید بگید. شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید دیگه، حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ولایت فقیه نیست، ولایت عدول و مؤمنینه. پس آقای خامنه ای ببینید، من در بحث فرد و شورا موقته. این موقته من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام که صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره. منم میخواستم صحبت کنم، منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست. حالا ما رأی میگیریم، اما چون آقای خامنه ای صحبت کردن به اجازه آقای مشکلی اجازه بدید، چون آقای خامنه ای صحبت کردن دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه ای از
جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم، حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو چون وقت ممکن نداشته باشه کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. نه نباید بگم آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.